در حمله هوایی نیروهای خارجی در قندهار 15 جنگجوی گروه طالبان کشته شدند. به نام خداوند بخشنده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید. در حمله هوایی نیروهای خارجی در قندهار 15 جنگجوی گروه طالبان کشته شدند. اطلاعات روز، مسئولان امنیتی در ولایت قندهار میگویند که در نتیجه یک حمله هوایی نیروهای خارجی در ولسوالی ارغنداب این ولایت 15 جنگجوی گروه طالبان کشته شدند. جمال ناصر بارکزی، سخنگوی فرماندهی پلیس قندهار، امروز شنبه 7 سرطان به رودنامه اطلاعات روز گفت که این حمله هوایی ساعت یک بامداد از سوی نیروهای بین المللی کمک به امنیت آیساف در روستای سیاسنگ ولسوالی ارغنداب راه اندازی شده است. آقای بارکزی افزود که 6 جنگجوی دیگر گروه طالبان نیز در نتیجه این حمله هوایی زخمی شده اند. او افزود که نیروهای آیساف این حمله را زمانی راه اندازی کرده اند که جنگجویان گروه طالبان می خواستند بر نیروهای امنیتی در ولسوالی ارغنداب حمله کنند. این حمله در حالی صورت می گیرد که پس از امضای توافقنامه صلح میان ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان، نیروهای خارجی به رهبری آمریکا در حالت آتش بس با این گروه قرار گرفته اند. این توافقنامه میان دو طرف در 10 حوت سال گذشته خورشیدی در قطر امضا شد. گروه طالبان دو روز پس از امضای این توافقنامه عملیات نظامیشان را در برابر نیروهای افغان از سر گرفتند. در عین حال اطلاعات روز می نویسد CNN دولت ترامپ در حال نهایی کردن تصمیم خروج 4000 نیروهای آمریکایی از افغانستان است. شبکه خبری CNN با نقل از دو مقام آمریکایی گزارش کرده است که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور در حال نهایی کردن تصمیم خود برای خروج پیش از 4000 نیروی آمریکایی از افغانستان است. در گزارش CNN آمده است که در حالی که این تصمیم هنوز نهایی نیست، مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا هفته گذشته درباره این طرح با متحدان ناتو گفتگو کرده و این موضوع در جلسات او با مقام های ناتو در بروکسل مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، این کمترین میزان حضور نیروهای آمریکایی از زمان آغاز جنگ ایالات متحده آمریکا در سال 2001 میلادی در افغانستان است. با اجرایی شدن طرح خروج بیش از 4000 نیروی آمریکایی از افغانستان تا خزان سال جاری، تعداد این نیروها در افغانستان از 8600 نفر به 4500 نفر کاهش خواهد یافت. تصمیم گیری دولت دونالد ترامپ برای خروج بیش از 4000 سرباز از افغانستان در حالی صورت می گیرد که گروه طالبان خلاف توافقنامه صلح با ایالات متحده آمریکا حملاتشان را علیه موضع دولت افغانستان افزایش داده اند. چنانچه معلومات دفتر شورای امنیت ملی افغانستان نشان می دهد، هفته آخر ماه جوزا خونین ترین هفته 19 سال پسین بوده است. در این هفته 291 نیروی امنیتی در جنگ با طالبان کشته و 550 نیروی دیگر زخمی شدند. همچنان 42 غیر نظامی در پای حملات گروه طالبان کشته و 105 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. بر اساس توافقنامه ایالات متحده آمریکا با طالبان که در زمستان سال گذشته در دوحه پایتخت قطر به امضا رسید، آمریکا توافق کرد که در ماه 14 ماه تمام نیروهایش را از افغانستان خارج می کند. در مقابل گروه طالبان نیز تعهد سپرد که به گروه های تروریستی دیگر اجازه استفاده از خاک افغانستان علیه ایالات متحده آمریکا و متحدانش را نداده و با دولت افغانستان به میز مذاکره می نشیند. اکنون دو مقام دولت آمریکا با CNN گفتند که آمریکا پیش از موعد معین تعداد نیروهایش در افغانستان را از حدود 13000 نفر به 8600 نفر کاهش داده است. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. جهت اطلاع از ویدیوهای جدید و روزانه ما، چینل یوتیوب کانال دیلی پرس را سابسکرایب نمایید. تا ویدیوی دیگر،
خداوند یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.